بسم الله الرحمن الرحیم پیز از اینکه شروع کنیم با تلاوت آیات چند از قرآن انشاءالله اول شما را ما شخصا از طرف کلاس دانش علمی با شما را دانش دینی شما را خوش آمد میگم که تشریف آوردین به ایرای دور و همچنان با خود زیتک خالد جان مسئولش است منصور جان و دیگه هم کارایشان از یا قلبا تشکر میکنیم که این زمینه را مساعد ساختن که پروگرام میمان ساختن در اینجا و شما هم تشریف آوردین و جای بسیار خوشی است که ما یک سالون را میبینیم یک بلدینگ یا امارت را میبینیم که سراسر در این خیر است ماشاءالله اینا مکتب اسلامی در اینجا دارن کسایی که تازه وارد شدن مسجد روزای جمعه به وقت معین نماز در اینجا خوانده میشه پروگرام های امثال از این پروگرام های نشید پروگرام های قرائت قرآن شریف از این فرصت ما استفاده کردم از خالد جان قلبا تشکر میکنم که زمینه رو مساعد کرده و منصور جان هم در این قسمت همکاری کرده خداوند برشان اجر عظیم نصیب بده پیش از اینکه پروگرام شروع کنیم شما میفهمین که پروگرام مجلس قرآن محفل قرآن و بالاخره دانش دینی سلسله پروگرام های ما شماست که در حدود 10 سال پیش یا کم یا زیاد فراموش شده از مسجد خرد تریسی که هنوز کوچ نکرده بودیم به همکاری بعض خواهرای که در اینجا الحمدلله تشریف دارن یک فاطمه جان تابال نامدن امیر ما اساس گذاشتیم طیبه جان شاکره جان کلگی امی پروگرام های ادامه امون پروگرام هاست و بعد از مسئله کرونا که شد کووید باز ما این از طریق به حساب بر زوم پیش چی کردیم پیشکش کردیم و تابال دوام داره دیگه حال ما امروز برای شما انشاءالله پیش که برنامه را شروع کنیم سنت خود را شروع کنیم خواستم یک مقدمه براتان بگویم که ما در کجا هستیم از اینکه شما تشریف آوردین جهان سپاس خداوند اجر عظیم نصیبتان بکنم و همچنان خالد جان باز ازش تشکر میکنم خداوند به جوانیش برکت بده که در این شب و روزی که کل مردم در فکر از ایست که چی رقم در اینجا بزنس کنن در اینجا پول بسازن در اینجا یادم پول خود سرمایه خود باشه مول برادرها و خانوادهشان دیت یک جای عالی در یک جای بسیار پربرکت یا سرمایه گذاری کردن که خیرش بر امت اسلامی بر برادرها و خوارا و با کل اجتماعی تریسی و اطرافش برسن دیگه خداوند شما را اجر بده خاله جان خب بسیار خوب ما با تلاوت آیات چندی از قرآن انشاءالله صنف امروز خود شروع میکنیم و کسایی که تشریف میارن انشاءالله اونها رو در جریان میگذاریم بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشنده مهربان و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین سوگند به انجیر و زیتون و به فلسطین سرزمین رویش آنها و سوگند به طور سینا و سوگند به این شهر امن مکه لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم که یقینا ما انسان را در بهترین صورت و با فطرت پاک آفریدیم ثم رددناه اسفل سافلین سپس او را که انحراف یافت به پست‌ترین مراحل پستی برگردان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون مگر کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند پس برای آنان پاداشی بی‌منت و پایدار است فما یکذبک بعد بالدین پس ای انسان چه چیزی بعد از این همه دلایل روشن تو را به تکذیب روز جزا وامی دارد الیس الله باحکم الحاکمین آیا الله بهترین داوران و حاکم مطلق نیست صدق الله العظیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
باز هم یک بار دیگر خداوند شکرگزار هستیم که الحمدلله اول ما انسان آفریده، بعد از او مسلمان آفریده و بعد از او ملیت ها و مسائل زبان و قومی های ما مطرس، اما در مجموع اول انسانیت ما شماست که طبعا هدف اصلی خداوند هم که ما را خلق کرده ایست که انسان باشیم و مسلمان باشیم. از این خاطر این جای بسیار خوشی است که زمینه مساعد شده که ما شما با هم به ادامه درسایی که ما شما سالهای قبل آغاز کرده بودیم یک برنامه مخصوص امروز دنگ تایید دیدیم و شاید این برنامه چیزایی را که شما شنیده باشین یا تکرار صحبتهای سابق باشه و شاید هم نباشه، اما کوشش میکنیم چیزایی را سرش صحبت کنیم که بر کل ما شما یعنی مفاد داشته باشه و بتانیم از این استفاده در زندگی خود کنیم. خود مسئله خواندن سیرت النبی، یعنی وقتی که ما سر سیرت النبی صحبت میکنیم در حقیقت یگانه راهی است که ما را به راه دین با خداوند میرسانه و از این خاطر ما این پروگرام دستکار شدیم که در اینجا از اینجا شروع کنیم و چیز مهمی که از قبل از اینکه پیشتر بریم میگه ای پیش رو از هر چی با خوبی است علالت، ای دور شده آفات نقصان ز کمالت، زهره به نشاط آید چون یافت سماحت، خورشید به اشک آید چون دید جمالت. شروع هر چیز ما به نام خداوند میکنیم و بعد از او از پیغمبرش صلی الله علیه وسلم یاد میکنیم. از این خاطر وقتی میگم الحمدلله الصلاة و سلام الی رسول الله، در حقیقت خداوند اجازه داده که در پالوی نامش مثل که ما شما میگیم محمد رسول الله، اجازه داده که خداوند که نام محمد در پالویش باشد و این تمام کره زمین در هر لحظه و در هر ثانیه این نام تکرار شده میره و آذان محمدی بلند است. در این شب و روز بسیار حساس که ما شما قرار داریم که ما میبینیم که در جهان چی میگذره و بر امت پیامبر صلی الله علیه وسلم چی میگذره، ای به هر کسی که قلبش همه قدر ذره محبت و التفات و دلسوزی داشته باشد قلبش به تکان میره و متاثر میسازش که حالتی را که امروز برای مسلمان ها ما شما میبینیم چی رقم است. و ای کلش الحمدلله اسلام یگانه دین است که جواب بر تمام از این مشکلات ما شما داره. اگر ما درست اسلام را تطبیق کنیم در زندگی خود، در سیستمای دولتی خود، انشاءالله که مشکلات ما نمی داشته باشه. پس آغاز کتاب همیشه به نام الله رحمان و رحیم است و معانی از این در سه قسمت جمع شده. معنی الله میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، قسمی که جلال و عیبتش در الله است. الله نام است که امیر اقتی که ما به زبان خود تلفظ میکنم الله، این اسم است که هیچ کس بر خود انتخاب نکرده در تاریخ بشریت، یعنی اسم است که یگانه است. از این خاطر کسی شنیده باشین که بگه ما نامم توبه نعوذ بالله الله است، او گفتن که الله محمد که اون نام الله محمد، اما نام از عدم دانش کسایی که نام گذاری کردن شاید نام خود دیگه چیز بزمان. و این قسمت جلال و عظمت نام الله را به ما میرسانه که بسم الله آغاز میکنیم همه کار به نام الله و بعد از اون قسمت رحمانش میره، این قسمت نعمت و تربیتش است که به کلگی عالمین میرسه، یعنی به تمام جهان همین قسمتش، چی مسلمان باشد چی مشرک باشد چی کافر چی نبات چی حیوان، این قسمت رحمان بر آل کلگی صدق میکنه. و قسمت رحیمش قسمت رحمت و مغفرتش است که بر حال ما شما صدق میکنه. یعنی رحمان یکی از صفات پیغمبر صلی الله علیه و آله است به تمام کائنات به تمام خلقتش صدق میکنه، اما قسمت رحیم بودنش بالای ما شما صدق میکنه. از او خاطر یگان کس نام خدا عبدالرحمن میمونه، نام بسیار عالی و زیباست، اما ما گفته نمیتونیم تو رحمان هستی. وقتی با این رحمان هستی در حقیقت ما نام خداوند بالای بنده استفاده کردیم. از این خاطر انتخاب نام بسیار مهم است که ما نامها را که بر اولادهای خود و فرزندهای خود انتخاب میکنیم نامهای را انتخاب کنیم که معنی داشته باشه و ما را به طرف دین ما بکشونه. و قسمت سیمش رحیم است
ما از خداوند همیشه میخواهیم که مورد رحمتش قرار ما را بده. و امروز این دنیایی که امروز ما شما میبینیم، این جنجالایی را که در شرق میانه است، این عوادث و بلاهای آسمانی که در هرات و امثال تمام دنیا یعنی ما شما را تجربه میکنیم، برای ما سوال ها پیدا میشه. بسیاری کسا از تشویش و از انگزایتی یا نمیتونن که چی رقمی حالات را تحمل کنن. اما کسایی که الحمدلله ایمان به خداوند دارن و میفهمن که یک برگ به آگاهی از خداوند به زمین فرو نمیرسه، به این معنی نیست که خداوند شر بر بنده های خود میخواد، خداوند خیر بر بنده های خود میخواد. اما این ماستیم که برای که دیگه خود شر میطلبیم، این ماستیم که به حساب یکی دیگه خود به خون ریزی و به دیگر دیگر در اون نقطه میرسانیم، سرزمین های یکی دیگر اشغال میکنیم. ما نمیخوایم که از موضوع اصلی خارج شم، اما خود قصه مردم فلسطین، سرنوشت مردم فلسطین 70 سال است که ما شما شنیده میشه. واقعا یک تراژدی است، واقعا یک ظلم بشر بالای بشر شما میبینید. اما امروز جهان، جهان کلگی ساکت هستند، چیزی کرده نمیتونن، برزی که جهان کلش زیر یک چشم است. اما دجال را که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش بینی کرده، امروز ما میبینیم که این دجال ظهور کرده و چشم نمیبینیم، اما قدرت و اتحادی هایی که کردن میبینیم. از این خاطر مهم است که ما در هر کار خود که صحبت میکنیم باید نام خداوند و نام پیغمبرش بریم. و سرآغاز هم آفرینش بعد از قدرت و پرورش خداوند، یعنی چیز که میگه من شما رو به نعمت پروریدم و به رحمت بیاورزیدم، با قدرت آفریدم، به نعمت پروریدم و به رحمت بیاورزیدم. سو مقبول است، یعنی خداوند قدرت خود نشان داد که ما رو خلق کرد. و نعمت های خود بر کل ارزانی کرد و رحمتش با شامل آل کلگی است. از او خاطر در حدیث قدسی ما شما میبینیم، در قرآن هم خداوند میگه رحمت من برای خشم و غضب من سبقت داره. پس خداوند هیچ وقت با بدی ما شما نیست، با شر خلق کرده خیرم خلق کرده، اما ما شما را کوشش میکنه که به طرف خیر همیشه بخواه یا جذب کنه. از مخاطر پیغمبری به نام رحمت للعالمین برای ما شما فرستاد، با شمول پیغمبرهای دیگه که 124,000 پیغمبر و نبی و انبیا آمدن، پیغمبر آخر زمان خطاب که تو رحمت للعالمین هستی. پیغمبر رحمت صلی الله علیه وسلم را بهتر بشناسیم. در این شکل نیست که کل ما از پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزا شنیدیم در پروگرام ها، در برنامه ها یا. اما کدام زوایای زندگیش است که بر ما شما فعلا مهم است که بدانیم؟ خود سیرت النبی تاریخ اسلام است و پیغمبر ما شما یک شخصیت بوده که خداوند یک شخصیت را انتخاب کرده و تربیت کرده در دامان مکتب خود. از او خاطر پیغمبر امی نامشه میدن. امی به این مفهوم که بسیاری کسا فکر میگه امی سواد داشتن است. امی کس نوشته و خواندن نمیدانند، این به سوادی نیست، اما در مقابل برش چی میده؟ برش علم لدن میده. علم لدن خداوند برای هر کس نمیده. علم لدن نیست که توسط جبرائیل، توسط وحی، توسط آلات دیگه به بنده خود پیام رو میرسانند. مثل که ما شما در سوره کهف مشاهده کردیم که حضرت موسی رفت پیش حضرت خضر نبی، در اونجا به حساب علم لدن از اون در حال خود پیامبر حضرت موسی در زمانش پیامبر زمان خود بود. اما نشان میده که چه عاجز بود از حکمت را که خداوند برو بنده دیگه خود داده بود بر موسی علیه السلام نداده بود. این برای ما شما درس است که بسیار چیزهایی که ما فکر میکنیم میدانیم اما نمیدانیم. پیامبر ها دیالت بود، اما خداوند برای پیامبر صلی الله علیه السلام قسم زندگیش عیار کرد و تربیش کرد که هیچ به هیچ معلم و به هیچ به حساب کسی دیگه مراجعه نکنه که از او علم دین بیاموزه. مستقیم خداوند توسط جبرئیل علیه السلام تدریس کرد. و از اون خاطر ما که امی میگیم، متوجه باشین امروز دشمنای دین ستیزان چی میگن؟ میگن این بی سواد بود، نعوذ بالله این بی سواد نبود. امروز جهان بشریت شخصیتش تجلیل میکنه،
شخصیتش هم میشناسه. امروز مایکل هارت به حساب یکی از نویسنده‌های بسیار مشهور عالم غرب است، نمبر وان است در جمع چندین شخصیت‌های بزرگ دنیا، نمبر وان خطابش میکنه، نمبر یک میگه چرا این کار کردی؟ تو خود به حساب عیسوی بودی، تو باید حضرت عیسی رو انتخاب میکردی و غیره. میگه من زر زاویه که زندگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدم نتونستم کورا به حساب چشم پوشی کنم. معلم خوب، رهبر خوب، پدر خوب، جنگجوی خوب، معاوز خوب، اما هر چیزی که بگن تمام شد خداوند در وجود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خلاصه کرده. یعنی پیغمبر ما شما انسان عادی نبوده. از اون خود ما امروز سر پیغمبر رحمت که میگیم، یکی از صفاتش است رحمت للعالمین، در قرآن هم ذکر شده. هدف خداوند از فرستادن پیامبران چی بود؟ چرا خداوند خواست که پیامبران را به حساب برای ما شما بفرسته؟ پیش از اینکه ما سر از اون صحبت کنیم، یکی پیشتر میریم. هدف از خلقت چی بود؟ سوال هاییست که همیشه مطرح شده، خدا کنه که برای شما تکرار نباشه. اگه باشم تکرار احسن است. هر چیزی که ما شما با تکرار مکرر میشنیم در فکر و دماغ و ذهن ما شما جاگزین میشه. از میخواد ما شما پنج وقت نماز میخونیم. اگه تو باشه یک نماز در یک هفته بخونیم بگیم و خواندم، اما خداوند تکرار خوش داره. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که شما کم یک عمل نیک انجام میدین، متواتر و مکرر انجام میدین. این بسیار مهمه. اگه شما مثلا نمیتونید که تعجد بخیزید برای مشکل است، کوشش کنید که دو رکعت شروع کنید، کوشش کنید از اوائل شروع کنید آساستا. همچنین نمازهای نفلی دارن، در صدقات و در اذکار را که شما اگر نمیتونید سرتون فشار کم کم انشاءالله. از این خاطر خداوند دوست داره که به حساب شما هر کاری که میکنید با چی کنید؟ با کرات کنید و این تکرار کنید. هر شما تکرار کنید، کسایی که از کار خداوند میگه ای تو خدای مهربان باشی قریب روح و جان، ای تو خدای مهربان باشی قریب روح و جان، چون ذکر نام دل کند بیرون رود خوف نهان. و چی مفهوم؟ مفهومش ایست وقتی که ما شما ذکر خداوند انجام میتیم، ذکر ما کنیم و ما تسبیح یاد ما شما میره گوش میکنیم. اگر کس مثلا کده لوبیا نخود و غیره و غیره تصویر، الحمدلله کار نیک است، کار بد نیست. اما وقتی که شما چرا اصلا تصویر پیغمبر صلی الله علیه و سلم فکر میکنن پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصویر داشته، اما امروز روایت نشان میده پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصویر نداشته، به نام زنجیر پیغمبر میگنشته. اما چرا؟ از خاطر که ما شما وقتی تصویر میداشته باشیم خوب است، از موضوع خارج نشیم، منتها ما تربیت میکنیم اصلا زبان خدا و ذکر ترجمان قلب ماست. قلب ما به زبان ما میگه، ما ذکر میکنیم. اینا حواس ما فکر ماست. وقتی که ذکر کردیم یک وقت چی میشه؟ این ذکر زبان ذکر قلب میشه. و کسایی دیده باشین که از بس که ذکر میکنن یکان وقت در خوابم قلبشان الله 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 باشون دیوان است. این کسایی هستن که خداوند یعنی ذکر این می رقم است. خداوند واسطا نور در قلب ما شما اضافه میکنه و اون گریه های زبان ما شما را میکشه. خواندن قرآن یکی از خوبی های شمی است که کلیدای داره که به حساب قلفای بسته دماغ ما شما را باز میکنه. از او خاطر کسایی که با قرآن قرب دارن نزدیک هستن همیشه هر روز یک چیز نو میاموزن، یک راز نو کشف میکنن، یک قلف که در کلیشان قفلی که بسته بوده باز میشه توسط کلید قرآن. از اون خاطر بین که صحبت کنیم که خداوند چی هدف داشت که انسان خلق. سوال جالب است نیست؟ کلی ما شما جوابش اکثر ما فکر میکنم اگر ما شما پرسان کنم کلتان در یک کلمه خلاصهش میکنیم، نه؟ اگر بگیم خداوند ما رو بر چی خلق کنه چی میگیم؟ عبادت. بله بله صحیح، عبادت درست آمد. و خداوند در قرآن میگه که ما خلقت الجن والانس الا یعبدون. ما شما را جن و انس دهید مسئله جنانه. بسیاری کسا باور ندارن که جن وجود داره، در حال که ما شما در قرآن میخوانیم که خداوند خودش میگه ما جن و انس خلق کردیم. پس از اون نمیریم.
پس یگانه دلیل خداوند ما شما را خلق کرد که ما عبادت شویم. اینا عبادت یک مفهوم بسیار وسیع است. اتونست به آسانی ما بگیم خب ما نماز میخوان عبادت شویم. بسیار نازکی های دیگر دارن و در جای دیگر در سوره الملک خداوند در اونجا میگه بسیاره رحمانیم الازی خلق الموت والحیات لیبلوان بشیه و ما شما را خداوند میگه ما شما را خلق کردم که شما را امتحان کنم و عمل نیک اصلا عمل کل ما خلق شدیم. خداوند اول میگه موت خلق کردم، باز میگه حیات خلق کردم. چطور کار داره؟ اول زندگی است، از مرگ صحبت. پیش از اینکه ما شما در دنیا بریم عیسی حالت مرده را داشت، روح زنده بود، خلق شده بود، اما جسم ما شما هنوز مرده بود. پس در دنیا که آمدیم مرحله دوم زندگی را شروع کردیم و تا یک پس دوباره روز از این دنیا میریم در حالت برزخ قرار میگیریم و بعد از اون ما شما میریم در عالم بازخواست و قیامت میشه و حیات جاودان اگر خداوند بخواهد در عبادت نمیشه که حاصلش کنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگن، میگه یا پیغمبر خود تمام گناهات خداوند بخشیده، آیا تو به بهشت میری؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله رحمت العالمین میگه نه. نفرها میگه چطور امکان داره؟ میگه اگر خواست خدا نباشه. یعنی با وجود اینکه عبادتش خبر دارین، زادش خبر دارین، پس ما شما در این مغرور نشین که ما خود نمازایم قضا نمیشه، ما حج رفتیم، ما زکات، اما هنوزم امید داریم که پروردگار قبول درگاه خود کنه. روزی که از خوارای ما از ما سوال کرد، گفت که ما قرآن میخونم، ثوابش برای یکی از اقارب خود بخشش میکنم. این چطور میشه؟ کسی برش گفته بود که نمیتونی این کار کنی. گفت چرا اعتراض؟ ما بر جواب دادم که ما نمیفهمیم که اگر عمل را انجام میدیم که آیا ثواب قبول شد یا نشد. شما یک صدقه میدید، شما در جای یک کار میکنید، یک کار خیر، اما با چی مربوط میشه؟ وقتی مربوط به نیتتان چیست؟ اگر خاله جان امروز اینجا نیتش به اخلاص این جای گرفته، ان شاء الله این برکت میبینید شما. اگر خدا نخواسته به این گرفته باشه که باش مردم ما را بگه که این کار کرد کرد، این ریا میگه. از این خاطر خداوند چیزی که ریا باشه قبول نمیکنه. میگه ریا اینقدر اساس است که اگر در سر سنگ سیاه بارینش، مانند مرچی سیاه بالاش دیده نمیتونیش. از این خاطر ما شما احتیاط کنیم وقتی که عبادت میکنیم مغرور عبادت خود نشه. پیامبر صلی الله علیه و آله میگه برای ما این درس دیگه است که ما شما یاد میگیریم. و دیگه یکی از ادایف دیگه که ما را خلق کرد خداوند نیست که نمایش توانایی و قدرتش هست. خداوند میگه سر ذات من فکر نکنه که من از کجا آمدم، کجا بودم، ازل بودم، ابد هستم. نه، چون سر ذات من که فکر کردین سر ذات من، شما گمراه میشه، شما رای دانه و حساب فراموش میکنه. چرا؟ برزی که عقل شما قلیل آفریده، این عقل شما محدود است. شما نمیدونید که خداوند به حساب ما نداریم، ما عقل، عقل ما مخل خداوند بر ما یک حدود تعیین کرده از که بالا نمیسیم. این پای کمپیوترهای که ساخته کمک از آزمایش که زیاد بگیم برای جواب میده، بگه من نمیتونم، بگه من گرم آمدم، من نمیتونم، حافظه ندارم. ما شما مترست، اما کسی که در راه خدا تلاش میکنه علمش خدا بالا میبره، به اندازه بالا میبره که در نقطه میرسه که پرده ها از پیش چشمش بس بشه. اولیای الله کی هست؟ اولیا دوستای خدا هست دیگه، مولا نمیده ولی دوست اوی اولیا هست. شما نمیفهمید در بین ما شما آدمی که اولیا باشه. این هیچ وقت قضاوت کرد، نه در لباس هست، نه در چهره هست، نه در نوع عبادت هست، نه خدا میدونم خودش. از او خاطر اولیای خدا رو ما شما یکی دلایل دیگه خداوند ما را خلق کرده ایست که ما چی کنیم؟ نمایش توانایی و قدرت خود رو نمید. خدایی که با ما ضرورت نداشت ما را خلق میکرد، هیچ ضرورت نداشت. ما سیم ضرورت داریم که ما را خلق کرده. و چیز دیگه که ما را خلق کرده خداوند چی است؟ که عبودیتش هم مثل شما گفتیم با اوج تکامل یک انسان با قرب او بهش نزدیک خدا کنیم. عبودیتش هم قسم انجام بدیم که ما با خداوند نزدیک شدیم، قریب شده. چی رقم میشه؟ عبودیت نهایت تسلیم است. اسلام یعنی تسلیم. تسلیم به کی؟ به اراده پروردگار. به عقیده داریم که اسلام دیگه معنا نداره. بسیار کسیم اسلام پیس، اسلام صلح، از اینه
اسلام اول از سلامه گرفته شد. سلامه یعنی تسلیم کردن. وقتی ما عبد میگیم عبد چی معنا میده؟ شما میفهمید معنای عبد چی است؟ عربی است؟ غلام. به غلام حتی با گوشت است. نه؟ معنای از ایست که تو مستر مستی. تو مولای مستی. تو صاحب مستی. خوب متوجه باشی. پس کسی که صاحبش بود دنال اون برده میتونست که کار کنه که صاحبش خوش نباشه از بشه. ما شما دیدیم قصه برده ها را که چه قسم عذیت شدن، زجر دیدن در زمان اسلام دیدیم، بعد از دیدیم تا که اسلام آمد الحمدلله برده دارید از من برد بالاخره. درست؟ پس ما شما بنده قدرت هستیم، بنده قدرت هستیم که رحمتش 99% به حساب بر ما شما نگاه شده به عالم بعد. تنها 1% رحمت و آمرزش و بخشش در روی زمین امروز است. محبت یک مادر شما نسبت به یک فرزند احساس میکنین، کل تا مادر بودین یا خوار بودین، یا محبت یک زن به حساب رقیق از احساسات زن ها پسان سرش میگیم اگه شما خسته نشین. از این خاطر خداوند میگه شما امو مادر را که به حساب میره که طفل خود از یک آتش کش کنه، میگه پیغمبر خدا سلمی خداوند به مراتب هزاران مرتبه از او کده مهربانتر است. بر ما یک مثال میزنه در سایه انسانی ما. پس خداوند رای را که عمر میکنه خداوند بدون از این که سرکشی کنم، قدرت سرکشی ده نداره. قصه هاروت و ماروت شما شنیده که در چاه بابل غرقشون میگنه برای اینکه چیزی خداوند برشون گفته بود اونا هم سرکشی کرده بودن، یعنی غافل شده بودن. خداوند بر ما شما یک درس داد. ملائک است هاروت و ماروت شنیده شما هاروت و ماروت. خب به صورت پیش میریم که گفتنی زیاد است، خدا کنه خسته نشیم. پس تو خلاصه میکنیم که عبودیت نهایت تسلیم در برابرش است. نهایت تسلیم که هیچ دو هرچی گفته من صدق، هرچی گفتیم من انجام میدم. کدام ما هستیم که تمام چیزهای خداوند از ما خواسته انجام داده؟ اما خداوند میفهمه، میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. پس برای ما یک رخصت میده، میگه من میفهم که تو مثلا این نماز رو خوانده نمیتونی، من میفهم که تو را خواب میبره وقتی که نماز میخوانی، من میفهم وقتی که تو مریض است. پس خداوند میفهمه که ما چقدر توانایش داریم، چقدرش میتونیم، چقدرش نمیتونیم، چقدر مخلول است. پس خداوند ما عادل است، مهربان است. سر ما شما او ارباب نیست یا او صاحب نیست سر ما شما ظلم کنه. امروز چقدر مردم در کفر در شرک غرق هستند، از دنیا به خبر است. انسانیت خداوند میدانه که سرشان به حساب بلای آسمانی رو نازل کنه. این زلزله ها و سیلاب ها یا که از موضوع دیگه هست، سر زینه میگم این شما فکر نکنید که جزا داد انسان ها را خداوند. این چیزایی است که این در حساب کل گویم میگن، یعنی در زمین باید یک نزل باشد. اما که نفر که تولد میشه اما که نفر باید بکشت از این دنیا بره، در غیر از زمین که جای نداره. مثل که امروز در 5 مایل مربع سرزمین غزه 1.5 میلیون مردم زندگی میکنه. میگه فقط از پولی که دیگه تیش داره میده از بالا که سعی کنی زمین نیست. پس از این خاطر خداوند برای خود یک سیستم داره که امروزی که تولد میشه دیگه میره. اینه شما هیچ وقت تصور خود درست عزیز ما توست، خواهر ماست، برادر ماست، فرزند، اما خداوند صاحب شد یکی رو میگیره که میده اینا لله و اینا الیه راجعون. شما با تحقیق از پیش ما آمدیم دوباره از پیش ما میگیم. پس عبودیتش را به نهایت تسلیم انجام بدیم و اطاعتش را به قید و شر، یعنی تو نکنی بی کارش را میکنی بی کارش را نمیکن، اما خیلی زورتان میکش انجام کن، اما نباییم که میکار را نمیکن. یکان کس روزه نمیگیره، خب بگه من نمیتارم باز نمیگی روزه با دلیل را میگه خیلی خوب کار درست نیست. از این خاطر هدف آفرینش هم برکان گفتم بیشتر خداوند نمیست که ما را در میدان امتحان و آزمایش قرار بده لیون روان نکن. این در حقیقت خداوند از ما میخواهد که ما امتحان خود در دنیا چی رقم چی میکنیم، تکمیل میکنیم. مثل که امتحان هایی که ما شما داشتیم در مکتب و در هر جای حتی دین ویک رفتیم که موتر چی رقم میدوانیم، از اون چقدر زحمت کشیدیم تا لیسنس تان رو گرفتیم. درست؟ و بدون زخ نمیشد دیگه، در نقل خواه نمیشد که بجای شما کس دیگه بدون شما لایسنس تانو بگیرید. این بندی خداست که کارو میکنه کمپیوتر. خداوند خود کمپیوترهای الهی رو داره، در دو بغل شانای ما شما هم نده چیزایی که ما شما میگیم و میکنیم انجام میدیم کارش ریکارد میشه.
در اونجا منصور جان لطف میکنه، ریکارد میکنه، سعی کنید چقدر وسایل هست، نیم کنید چیزها رو ببینید. اما خداوند کمپیوترهای داره که در شانه های ما شما چپ و راست، امی کرام الکاتبین که میگن وظیفهشون چیست که فقط ریکارد میکنن. و بعضی کسا یک وقت میگه چطور امکان داره وقتی که آخرت میشه اگر کسی این کار میکنه خداوند رو پرسانش میکنه گناه را چرا مرتکب شدی؟ میگه من نکردیم. این مون در پرده مقابلش میره، میگه خودت سعی کن در مون دقیقه و در مون ثانیه و در مون لحظه که تو گنج عمل انجام دادی. مشکل چی هست؟ تنها بر خود ما نشان نمیدن، با کل کسای دیگاه میره میبینن. از او خاطر یکی از نامای خداوند از سبتار است. ما شما به کس بدی میکنیم، خرابی میکنیم، درست است؟ فکر میکنیم کس ندید، اما خداوند شما را دید و چی کرد؟ ریکارد کرد. پس خداوند از روز ما را نجات بده که اعمال را پیش از توبه از دنیا بریم، پیش از این کسایی را که رسوا کردیم، غیبتشان نکردیم، بدیشان نگفتیم، با وزرت رساندیم، از با مزد بخواهیم، رضایت از ما را حاصل کنیم. در قرض خداوند حق خود می باشه، حق بنده خود نمی باشه. سبحان الله. چی اگه یعنی راستی خدا را سعی کنیم؟ این عدالت را سعی کنیم، عدالت دنیا در مقابل مردم فلسطین شما سعی کنیم. تمام دنیا امروز ساکت است. اگه صدای خدا می کشن کلش تو سیاست است. اما این قصال مردم رنج کشیدن در سرزمین خود یا بندیستن. سبحان الله. یا کلی میلیون نفر در موعده 4 مایل مربع یا کیلومتر مربع یا بندیستن بر سالها. بازی ها رو بگید چرا شما به نام تروریست چرا؟ خیلی چی رقم آدم به حساب آزادی خود بگید یک کار رو بکنن برسول. خب میریم پیش هدف خداوند فرستادن پیامبران. نمیسا موضوع جالب است که ما شما باید بدانیم که چرا خداوند پیامبران فرستاد. سوال بسیار مهم است نیست؟ چی فکر میکنید؟ باش که شما خدا نخواسته خواب نبریدان بیدار باشید. چرا خداوند اینقدر 124,000 نبی و رسول و یار بر ما فرستاد؟ بله، یکی از دلایلشی است که انسان به بندگی و طرف بندگی کش کنید. و این شما بدانیم که خداوند از قلبای ما شما میداند کل انسان ها خلق شده در فطرتشان توحید است. خوب با خاطر داشته باشید، یعنی تمام انسان ها در حقیقت کلشان مسلمان هستند. بسیاری کسا نمیفهمه که عیسوی هایی که به حضرت عیسی واقعا معتقد بودن نو مسلمان بودن. بسیاری کسا نمیفهمه که حضرت موسی یهودایی که واقعا به یگانگی خدا و پیغمبر شهادت میداد و مسلمان بودن. ما فکر میکنیم ما مسلمان ها، شما یهود قوم هست، مثل که عرب قوم هست، مثل که افغان قوم دارد. اما اصلا پیام اصلی خداوند و تمام پیامبر ها یکی بودن از زمان آدم علیه السلام تا آخر از دنیا. یک اسلام هست و کی؟ ایمان آوردن به خدا یگانه و تسلیم شدن این اسلام هست. از اون وقت کسی میگه ما مسلمان میشم، برش کش و فش یا ما نداریم که الان یه بابتزم میگن ببریم بازی ده ها بوتا کنیم اترا، میگه بخوان که لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد بس. ولکم تو اسلام، خوش آمدی به اسلام. هیچ دیگه میگه شما حق نداری از نفر سپارد. اون میگه گفت خلاص خدا میدن رفت شو ای بوده والا از وی منافقت گفت نه، از خاطر از که دختر ما رو بگیره. شما این سوال رو دیگه نکنید، ولی که خداوند زبان از این گشتان خودش میداند. یکی دلائل که به عیسی پیغمبران رو فرستاد که توحید در بین مخلوقاتش خصوصا انسان ها چی کنه رواج پیدا کنه. دیگه پیغمبران رو بر ما فرستاد که خوب از بد تشخیص کنیم. اگر پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم امروز نمی بود، یک قرآن معظم در اختیار ما شما نمی بود، ما مردمی بودیم که نمی فهمیدیم که کجا میریم، کجا آمدیم، کجا میریم. امروز مسلمان های قدر خوشبخت هستند خواهران مادرای عزیز که پیامبر ما داشتیم که در زندگی شخصیت که شما سراغ ندارین که از زمان طفلیش تا وقتی که از این دنیا رحلت میکنن تمام زندگیش ریکارد شده. این تو زندگی ریکارد شده کن از این ذره و ذره. این شخصیت شما ببینین، شخصیت های مشهور جان، این رقم زندگی کسی ریکارد نشده. توسط کی ریکارد شده؟ صحابش توسط بیایشه در جنها
که بسیاری کسا فکر میکنن که بی بی عایشه خرد بوده تو بود سردی صحبت نمیکنیم. بی بی عایشه یک نبوغ داشت، یک حافظه داشت که تمام چیزهایی که گفته زیادترین حدیث به حساب بال از ابو هریره روایت کرده. متوجه هستی؟ خداوند عایشه را چرا انتخاب کرد به حضرت محمد؟ اسماله بغل به حساب با چادر یا تکه پارچه سبز جبرئیل علیه السلام در خواب پیغمبر صلی الله علیه و آله عایشه را نشان داد. سبحان الله، چه قضیه باز؟ یک دفعه می دو مرتبه. بعد از اون پیغمبر صلی الله علیه و آله فهمید که امر خدا است، که امروز دشمن های دین آمدن سن از او را مطرح میکنن، در حال که کل به طرف بایسا رفع حاجت میکردن کلشن. و دیگه چیزی که پیغمبر ها را خداوند بر ما شما فرستاده که رهنمای ما باشن، بر ما هدایات خداوندی را درست هستیم؟ خسته خو نشدیم انشاءالا در جای اصلی میریم که خب یک سر دی صحبت کنیم. سر پیغمبران و فامیلیم ما شما که امانت خدا می بود که دینش بلاغ شود و پیغمبران بلاغ کردن دینش و فطرت خود پیغمبران چه هم خواص داشتن. به صورت خلاصه براتون میگم پیغمبران عصمت داشتن. عصمت چی است؟ معصوم بودن. دیگه کس معصوم نیست غیر پیغمبران. ملائک نزاد خود خواه گناه نمی کنن. بنده ها کلش بعد از حضرت پیغمبر کل ما شما معصوم نیست. این کسایی که 12 معصوم و 14 معصوم یا میگن او هم روایت خود دارن و او هیچ بیس و اساس نداره با تمام احترام. و این رویتان آدم ساتا سرش صحبت معصومیت کسیست که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله شهر صدر کرده. نه در وقتی که طفل بودن 4 ساله بودن ملائک آمد قلب مبارک پاره نکرد شهر صدر علم نشرح لک صدر و ودعنا عنک بدر. خداوند قلبش پاره کرد، قلب فیزیکیش هم پاره کرد و معنویش هم اما سهم شیطان هم گرفت. کمی نفس اماره ما شماست که ما را به کارهای بد به کارهای غلط تشویق میکن. خداوند او را از قلب مبارک کشید و میشه که ایج نمی داشت اما چون اولاد انسان بود و ما ثابت میکنه که پیغمبر بشر بود. اتنا بود که از آسمان ما تیار ساخته باشه. پسر کسی بود، مادر داشت، پدر داشت، مثل من و شما تولد شده بود منتها شکلش مخصوص. پس دیگه چیزی که پیغمبران در اسمت شد براتون گفتم یا گناه نمیکنن امانت و صداقت دارن پیغمبران. یکی از خواص پیغمبران چی است؟ امانت و صداقت دارن، طاعت و عبودیت دارن. یعنی این چیز برابر با طاعت و عبودیت خدا یا چی نمیکنن، برابر نمیکنن. فداکاری دارن، فداکاری میکنن، از کل چیز خود در راه خدا تیر میشن، بسیاری حیات خود از دست دادن سر زمین. دیگه حق شناس هستن و حق گوی هستن، حق میبینن و حق میگن. این خصوصیت پیغمبر هاست. چطوری بنده های غیر پیغمبر ها امی خواص دارن؟ شاید با میلیون ها یکی دو تا رو ببینید سراغ داشته باشید. اکثر ما غرق هستیم. دیگه چیز رنج دیدن عشق با بین مردم، عشق محبت خدا را در قلب دیگر را به حساب یا چی کردن رواج دادن. گوهرهای پاک بودن که به حساب باعث فیض انسان هاشتن، ما از ما فیض گرفتیم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله چرا امروز مدرس به این سردی صحبت کنیم؟ چرا نامش مقامش اقدر بلند است؟ چرا از دیگر پیغمبران نامش اقدر گرفته نمیشه؟ جوابش رو میفهمید؟ شاگردای صنف سیرت هستین دیگه حتما میفهمید انشاءالله. بسم الله. یک بگه این هر چیزی که در فکرتان میگن و میخواهیم که شما کدمه باشین خوبه. این تو بگیم که میگه یکی رو رفا میگن بعضی کسا شاید قبول میگه استاد کائنات که این کارخانه ساخت، کارخانه تمام جهان رو میگه. مقصود عشق اون جهان را بهانه ساخت. همه جهان ما شما زندگی میکنیم، بسیاری علما میگن از خاطر عشق پیغمبر صلی الله علیه و آله، یعنی قبل از اینکه آدم علیه السلام جسمش روح بدمه پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه روحش خلق شد. اینا علما میگن، من میگم الله علم، یعنی چیزی است که بعضی قبول داره بعضی نداره. اما هدف عشق است. عشق به است که چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله خداوند قنازدانه داره، نامش در پلی نام خداوند نصب میشه.
چرا رحمت للعالمین اسوه حسنه یادش میکنه؟ بهترین مثال زندگی ما شما پیغمبر صلی الله علیه و آله است، درست؟ و خلق العظیم یعنی اخلاق بزرگ، اخلاق ستار از این خاطر این چیزا را کلش خداوند خلاصه میکنه به یک شخص تکمیلش میکنه. پیغمبر ما بسیار زیبا بود، یکی زیبایی فیزیکی است، یکی زیبایی معنوی. در زیبایی فیزیکی میگن حضرت یوسف علیه السلام بسیار زیبا بود، درست؟ اما وقتی که پیغمبر صلی الله علیه السلام به معراج میره، راپورش به ما میره میگه نصف زیبایی به حساب او رسیده بود، دیگهش کجا شد؟ دیگهش میگه رخ یوسف، لب عیسی، ید بیضا داریم. رخ یوسف چهرهش، لب عیسی از مرده را زنده میساخت به اذن الله، ید بیضا دست حضرت موسی علیه السلام است. خوب گوش بده، رخ یوسف ید بیضا، رخ یوسف لب عیسی ید بیضا داره. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داره. سبحان الله. این پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. میگه وقتی با پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست میدادیم دستش مانند ابریشم نرم بود. این به این معنی نیست که این خصلت مردانگی نداشتن، زور چل مرد داشتن، خداوند برشان تو خدا. اما از دسته که یعنی دستش اسپیشل، وقتی دست میدادین، وقتی به طرف شما نگاه میکرد، اول خوب به طرف کسی که نامحرم بود نگاه نمیکرد، همیشه چشمانشون پایین بود. وقتی سوال میکردن تو مستقیم به کس نگاه نمیکردن، همیشه نگاهشون پایین بود. اما صدایتون رو میشنید، مثلا یک خواهر میامد از پشترش صدا میکرد یا محمد یا پیامبر، پشت خدا دور نمیداد، سوش دور نخورد، 100% صدایش کلش گوش میکرد، گوش میکرد، گوش میکرد، باز در دو سه کلمه برش جواب میداد، بازی رو تکرار میکرد که فهمید یا نفهمید. این بلاغت فصاحت پیامبر صلی الله علیه و آله میگه. از این خاطر من نفهم چند بجه هست پروگرام ها که میشه من تاجی هستی؟ خداوند برای ما میگه، میگه اگه دین من رو میشنسی چی میگه در خدا؟ عطی الله و عطی رسول، چرا میگه؟ درست؟ از خاطر که خداوند میخواه که توسط پیامبر شما ببینین که اخلاق که اگه انسان چی رتم به تعالی میرسه بلند میرسه. امروز کسایی که معراج میگن پیامبر بسیار مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میگن، میگه معراج یک مومن نمازش هست. ببینید به معنا داره بر ما، شما نماز از معراج، در سفر معراج تو فدادش داره. بنده از زمین میتونه به معراج بره توسط چی؟ یک به نماز، همین مقام نماز. نماز چی؟ از صلات ما میگیمش. صلات به معنای صلا یعنی وصل شدن، این نزدیک شدن، این سلام میگیم. دوتا اگه شما دوتا تکره بکنید یا بودوزین این سلام میگیم. ارتباط با خداوند به صلا میگیم. از اون خود صلا تنها نماز نیست، صلا دوام است. هر چیزی که ما رو با خدا نزدیک میتونه میتونه صلا باشه. در وقتی که خداوند در قرآن میگه ان الله و ملائکته و سلون یا سلون اننده، خداوند صلوات رو پیغمبر صلی الله علیه و آله دیگه، صلوات که است که نماز نیست دیگه، صلوات است که میگن شما پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه من هر چی گذاشتم پشت شد، یعنی تقیمش کنید تنها نمونیش. سبحان الله. خب به هر صورت یعنی مطلبی بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله از خاطر خداوند انتخاب کرد که یک اسوه حسنه باشه و یک پیغمبری باشه که بعد از او کتاب دیگه بر ما شما نبیه و بعد از او از او اولاد نمونه، اگر اولادایشون باشه بعد از او پسر نباشه دیگه. معجزه پیغمبر صلی الله علیه و آله که چرا به حساب پیغمبر صلی الله علیه و آله اولاد نداشت، برای اینکه بعد از او میراثی میشد. امروز دامادش یا بچه‌کاش که چقدر به او اخلاص داشت، امروز بعضی کسا در پالش قرار میتن میگه پیغمبر بدی بوده، حتی مقامش از اون که بلند میبره. این چیزا رو خداوند خو حکیم است، علیم است، میفهمه که از او خود پیغمبر صلی الله علیه و آله بچه پسراش در خوردی و حساب کن، یعنی نشان داد بر ما شما که میتونه پدر باشه اما نمیخواه برش نگاه کنه اولادش. بچهش ابراهیم که آخرین اولادش بود و یک سال شش مورد یک کنی ساله بود و قصهش هم میکنه که چیخ هم به بغل میگرفت، پیشانیش هم میبوسید، دستانش هم میبوسید، بلیت دوستش داشت، از پیش رفت عشقای مبارک به اندازه سر کرد که محسن یاریش مبارکی که تر شد. کس آمد پرسان کرد یا رسول خدا تو همون گیان میکنی به مرگ کس؟ گفت به حقیقت مرگ تسلیم هستم اما جگرگوشی این کس پیش میره
ما هم عاطفه دارم، ما هم دلسوزی دارم، این عشقای ما عشقای عطوفت ماست. سبحان الله. یعنی این پیغمبر برای ما شما فرستاده که یکی از علما گفت که شما تصور کنین که برای شما آداب خوردن، خوابیدن، راه گشتن، بیرون رفتن، درون رفتن، در موتر بالا شدن، کل چیزها را پیغمبر صلی الله علیه و آله برای ما شما یاد داده. یعنی یک مسلمان با تمام مانا یک دستور عمل کامل زندگی داره. پس اسلام تنها بس فکر از اسلام که مذهب فکر میکنه اسلام دین و مذهب یکی است. سری که اسلام انسان مذهبی است و هدفش دینی است، یعنی. اما دین خودش در حقیقت طریقه زندگی است، راه و رسم زندگی است، مکتب زندگی است و خداوند این انتخاب کرده. در قرآن میگه غیر از اسلام دیگه دین ما قبول ندارم. یعنی که شما دین دیگه سری که سامه اون یهودیت قبول نه، در وقتی که یهودا درست خداوند پرستش میکردن، پیغمبرش به حیث پیغمبر قبول داشتن، اونا مسلمان بودن. اما امروز کسی اهل کتاب دیگه ماست. از این خاطر خداوند پیغمبر صلی الله علیه و سلم انتخاب کرد و مقامش بلند ساخت. چرا مطرح امروز؟ برزی که در سای زندگی، در سای که در دورانی که خودش مشکلات دیده، تمام چیزها بر ما شما مثل ورق بسیار صاف پیشتی ماست. من امروز یک چیز بسیار جالب شنیدم که من شریک میسازم. امی کسی که در غزه سمیده، امی حالتی که مسلمان ها در حالت معاصر هستند، برایشان آب نمیرسد، برق ندارن، دوان ندارن، نان کافی ندارن، چهار بغلشون هم دیوال است، اینجا هم رفته نمیتنن. این شبر امی طالب یادم میاد، شبر دره امی طالب یا امی طالب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با قومش با بنی هاشم برای 3 سال در نموجه بیا بیسا محاصره کرد. یادتان هست؟ یا نشته کردن در درون کعبه شریف، در اونجا چی نشته کردن که شما نمیتونین که نیجا خارج شدید تا که ویسا دواره یک بساطر نشد. برای 3 سال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در موته شبر ابو طالب زندانی بودن، در خود مکه معظمت. شما سکرین امی قریش، این امی ظلم را که امروز یهودا بالای چی میکنن؟ بالای مسلمان ها میکنن. در زمان با ما چی درس میده؟ پیغمبر چی کرد؟ در 3 سال خود که در زیاد جنگ نکرد چون ضعیف بودن، خدا خود کسی واسکت بسته نکرد که برای خدا در بودن، اما یا صبر کردن، حوصله کردن، خداوند یا را یک قدر پخته ساخت که زمین که امتی را ساخت که چند سال بعدش آمدن 10,000 نفر آمدن فتح بدون جنگ و خونریزی برشان فتح کرد. پس با ما درس پیغمبر همیست که صبر جوابش است. ما مسلمانان امروز بسیار زیاد در رای روان هستیم که رای درست نیست. مثلا ما ببینید امی یهود چرا قدر به حساب قدرتمند شد، چرا قدر پیسه دار شد، چرا قدر سروتمند شد، چه که سرگردانی ها رو یهود دیده. 40 سال تنا در سرای سینا یا سرگردان گشتن، چرا از حضرت موسی علیه السلام رو پیروی نکرد؟ خداوند در قرآن بر ما شما چقدر بنی اسرائیل به حساب مورد اهانت قرار داده، درست؟ اما یا چی کردن؟ یا یک جای شدن، اتحاد کردن، یکی دیگه خدا کمک کردن، بزنس جور کردن، کمپانی ها جور کردن. امروز اینمی امریکای با این بزرگی کلش تعلق داره با ما. از او خود رئیس جمهورشان چاکرشان هست. رئیس جمهور ما شما میرین چاکری میکنن. وزیر خارجش خودش یهود است، اعتراف میکنه که ما یهود است. قدرت علم است. میگه در اینجا میگنه که knowledge is power. یعنی دانش. اسلام در وقتش در زمانی که غرناطه و اسپانیا امروز اسپین میگن، در وقت علم مسلمان ها رو کسی نداشت. امی کمپیوتر که ما شما استفاده میکنیم، اولین صندوقش یک قایده رو مثل خانه شاید بیده به پای مسلمان ها کش کنه. از طرح از هر چیزی شما بگید مسلمان ها پیش بیدن. اما امروز چی حالت آمده که مسلمان ها خوار زلیل شده؟ همیشه دیگرها دست ما دراز است، پرت امریکا، پرت روس، پرت پاکستان، ولی از خدا نکن ما رابطه خود که خداوند قطع کردیم. رابطه ما که خداوند به این مانه که خداوند هم مولا و اصلا خود قرار نمیدیم، دست خود پیش خدا بلند نمی کنیم از قلبای خود. برای ما 20 سال به حساب آزادی در افغانستان داد، شما دیدید نفسای قدر کثیف بود، یک قدر فحشا و فساد و اختلاس در افغانستان بود، اول خداوند پس چپیش کرد نفسای خود باشه. خداوند در قرآن میگه تا شما به نفستان تغییر نبرید، ما به حالت شما تغییر نبرید. پس همه چیز به ما شما مربوط میشه. در این دسته چی گفت زدید؟
ما کان محمد هوا احد خودی لاکن رسول الله خاتم نبین کان خود این قسمت با شما گفتیم و خاتم سر خاتم صحبت میکنیم. خاتم در عربی به معنای مهر، یک چیزی که شما ختم میکنید دیگه مهر میگن. مهر نبوت هم در شانه پیغمبر صلی الله علیه و آله بین نشانش انگشتری و پایان کار خاتم میگن، خاتمه یا ختم، درست است؟ پس پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله خاتم النبیین بود، یکی از مقامایش همی بود که یک پیغمبر دیگه خاتم نبود. وقتی که به سفر اسراء میره، وقتی که از مکه میره به سفر اسراء در بیت المقدس مسجد الحرام که ما شما میگیم مسجد دارالسلام امروزی، در اونجا انبیا از پشتنش نماز میخوان، 124 انبیا. سر کسا سوال میکنه چطور امکان داره؟ پیش خداوند چیز که امکان نداشته باشه کار میفایه کن. در اینجا پیغمبر صلی اللہ علیه و آله برای کل نشان میده که این پیغمبر است که شما کل پشت شما با معنای چیز، با معنای از اینکه کل شما پشت دین امید دین است. وقتی که در زمان که آخر زمان میشه، حضرت عیسی در سوریه و عیسی مسجد صفین نزول میکنه، این حادث عیسی متبری تصدیق میکنه، با بال دو فرشته و عیسی پایی میشه میکنه در سر بام مسجد سوریه و عیسی مسجد صفین نامش هست عبیز دولی تایش میکنه، بال از خودش پایان میشه، میگه به زمین پایانش نمیکنه. علما در این تفسیره میکنن، میگه خداوند نخواست که نشان بده که آمدن موسی علیه السلام در زمین هم حضرت موسی با معجزه آمده، باعث یک انسان کرده میشه. و این میره مهدی علیه السلام ظهور کرده، میره وقتی که نماز است، حضرت مهدی علیه السلام میگه که حضرت عیسی رو میگه نماز رو بساب تو چیکو امامت بود، میگه نی ما پشت تو نماز میخوام. این حدیث سال معتبر است در مسلم و بخاری است. و حضرت مهدی علیه السلام کی است؟ حضرت مهدی خب نه هم که در چاه باشه و اینجا خود و حضرت مهدی او نیست. حضرت مهدی هنوز ظهور نکرده، او حضرت مهدی نه شان داره نه بیسار. کسی است که نامش عبدالله، نامش محمد است، پدرش عبدالله نام داره و از جای میخیزه. آدم نبوده بسیار، از اول آدم بسیار پایست بوده یا آدم مترکی بوده، دفتا خداوند یک کس انتخاب میکنه دبیر آمن دادش در مکه و مدینه. از موضوع خارج نشید، پس مهدی علیه السلام نه، حضرت عیسی علیه السلام نه. اما گپ سر از این بود که تمام پیغمبرا اینمی دین رو تحقیب کردن. هدف این رو یک نفس عمیق بکشید. فروغ جاودان میره، خود ما آوردیم یک کتاب از بنام فروغ جاودان. این کتاب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه السلام از سیرت شنشته که بسیار بلیست پیدا میشه، فقط تایید کنید. و واقعا فروغ جاودان است، یعنی پیشتر که ما گفتم خاتم النبیین است، رحمت بلای عالمین. این رقم شما خود ما میفهمیم که چرا رحمت از خداوند. پیغمبر صلی الله علیه و آله عالمین به چی مفهومه؟ وقتی که یا و نون در داخل هر کلمه مه چی میشه؟ این جمع است، عالم عالمین، دو عالم. عالمین یکی دنیا دو عالم داره، این تمام عالم بشریت و عالم غیر بشریت که جامدات باشه، حیوانات باشه. پیغمبر عالمین و همچنان پیغمبر سقلین هم میگوش. سقلین یعنی جنیانس. اجنال اگه پیغمبر نداره، پیغمبر که مسلمان هایش همین پیغمبر هست. پس پیغمبر خدا صلی اللہ علیه وسلم رحمت للعالمین بود، آمدن از این نتنه بره ما مسلمان ها به تمام عالم بشریت بر کل زیاد رحمت است. و این آدم در خصوص زندگیش پیش میره میبینه که چی رقم مهربانی داشت، چی رقم و غیره و غیره. اینجا به خداوند میگه تعبیر با عالمین جهانیان است، آنچنان مفهوم وسیعی دارد که تمام انسان ها را در تمام احصار و قرون شامل میشود. لذا این آیه را اشاره بر خاتمیت پیامبر اسلام میدانند، چرا که وجودش برای همه انسان‌های آینده تا پایان جهان رحمت و رهبر و پیشوا و مقتدا است. حتی این رحمت از یک نظر شامل فرشتگان نیز میشود. این مقام رحمت العالمین هم قدر بفهمید که نام بسیار بزرگ است که قرآنی را با پیامبر ماشون دارد سر نام میشه. نام الله را پیشتر گفتیم که نظیر نداره، کس تا حال نام خود الله نمونده. خب فرعون و نمرود یا خدا خدا خطاب کردن، همو خدایشان با یک پشه و حساب خدایشان را گرفت خود از پیشان.
وقتی نمول دعای خدایی کرد گفت خدای تو کی هست؟ دوباره من میرم کنش جنگ میکنم. گفت یک برج بسیار بلند بسازه. هیرا بالای برج بالا شد، تیر و کمان و طلار گرفت، زد که خدا را تا با نوز بلا از بین ببره. یک پشه در بینش داخل شد. برای سالای و تنبادی پشه میگه نمرود چخ میدار در داخل قصر، یعنی قدر مریض بود که هم نمیمورد در زنده میمورد. یک پشه آخر در دماغش در آمد از بین بردش. خدا هم بهش درس داد، گفتی میه کنه من جنگ میکنی در قرآن میگید میگه شما زور یک پشه را ندارید به حساب که از, دفع، از خود دفع کنید. باز من این بنده یک قدر راسی میشی بگه خدا کجاست؟ که خدا؟ خدا تو راست سر قرآن چقدر انسان هست امروز با شما میبینیم در تلویزیون ها سر قرآن و خدا و پیغمبر میتابن نمیتابن؟ چیزایی میگن که اگر مسلمان پدر پدر مسلمان بودن، اما امروز خدا من از بشار ایمان گرفت. محمد از هم گرفته شده، هم یعنی ستودن ستایش. الحمدلله رب العالمین، ما شما خداوند ستایش میکنیم. محمد نام است که به حساب انتخاب شده باشه، قبل از اون محمد دیگه کس نبوده. یوم یکی از جایی بسید، یکی از معجزه‌های نام پیامبر صلی الله علیه و آله. محمد یعنی ستوده و ستایش شده به نهایت. و احمد هم از امی ریشه میاد. احمد پیش از اینکه در دنیا به حساب پیامبر صلی الله علیه و آله عطا بیاید تولد شود، نامش در کتابهای گذشته ذکر شد. پس احمد، محمد، احمد و محمود. محمود به طرف محمود شدن میره. در دعای آزان با شما مقام محمود خداوند نصیب کن. این کلش نامه است که از ستودگی پیغمبر صلی الله علیه و آله بر ما یاد میگیرید که محمد، احمد، محمود. اگر شما اینمی میمه احمد را پس کنید چی میشه؟ میمه احمد را پس کنید چی میشه؟ احد. احد نام کیست؟ قل هو الله احد. پس بین خداوند و پیغمبرش یک میم در بین است. این میم و حساب یک رمز است. از خود ما شما میگو الف لام میم اول کس مانا نکنه حروف مقاطعه میگنی در این رمز است بین خدا و پیغمبرش. معجزات و خارق العادگی پیغمبر اسلام. قرآن کریم یکی از معجزاتش است. بشارت او توسط پیغمبرهای دیگه کمک بر صورت میگیریم. امی بودن هم برکان تشریح کردم که امی چی مانا میده. شهر صدر، هیچ پیغمبر دیگه شهر صدر نشده و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله دو مرتبه شهر صدر شده. یک دفعه پیش از اینکه به معراج تشریف ببرن، یک دفعه هم در 4 سالگی وقتی که علیمه بن سعدیه به حساب علیمه سعدیه حفاظت ازش میکرد، دیدن که ملائک آمد قلب مبارک به حساب از سینهش در میارن و داخل آب زمزم میگذارن دوباره پس در جایش میارن. این اسراء و معراج یکی از معجزاتش است. و دیگه روز او را برکان گفتم در این چیز دیگه نیست که برکان بگم. پیغمبر رعوف است و به سبب رحمت الهی در برابر مؤمنان نرم. خداوند در قرآن بر پیغمبر خود چه مقبول میگه؟ میگه به سبب رحمت الهی در برابر مؤمنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراگنده میشد. با آیات قرآن یعنی خداوند قلبش نرم ساخته بود که کلگی رو تحمل کنه. او زن یهودی که از بالا بالایش خواب رو بم انداخته روز قصه از اون بسیار مشهور است. این از تفلیش میده شما تصور کنید که در اکسرک برین بالای شما هر روز خواب رو بم افته رای کنه چپ میکنه دم میزنه حال مقال میکنه اگه پولیس باشه پولیس خبر میکنه نه. اما پیغمبر این طور پیغمبر بود که یک روز که نشد گفت چی شد این انداخت بالای خواب رو بم دروازیش بالا بردنش تختخ زد در بستر مریضی است. خوب است یه احوالش پرسان کرد نگفت که چرا سرم خاک رو بنانداخت در رویش نها بود. این فامید گفت اگه تو امو محمد است که مشمولیه من نگه بشده لا اله الا الله شده محمد. از این قصه دیگه بسیار جالب دیگه است که شاید چندان باشین. یک زن بود یک روز در داخل مکه میخواست به اطراف بره و هیچ کس نبود که این اساسی ها و مالیش رو بره و این محمد صلی اسلام کدش برابر میشه. میگه باید که من کمک کنم. این کمک میکنه دور میبره در جایی که میرسنش پرسان میکنه میگه چرا از این شهر برا بودی؟ میگه نه ولی شهر بسار وزش خراب است. یک جوان است به نام محمد اینمی کل اینمی شهر گرد ود کده و خرابی کده و ظلم بیخی این چیزایی میگه. پیغمبر صلی الله علیه و آله سنش توسل میگه این چیز نمیگه.
داخل که خلاص میشم بارشن زمین میمانه میگه تو از من پرسان کنی من از تو پرسان کنم که نام تو چیست که برای دعا کنم میگم اون محمدی که تو گفتی مست دمول از همه گلا اشدار لا اله الا الله این پیغمبر رحمت کار کرده میدونم چقدر انسان ها علما و ورثه الانبیا چند عالم دیدیم که رفتم خواص داشته باشه جای بالا رو بر خود میخواین لغمه کلان رو برش میشنن قبا و حبا کسی که ورسه انبیا باید باشه رقم انبیا باشه برای مردم ظلم نکنه امروز میایم باز قسمت آخر سر خانم هاست که مهم است که باید بفهمید پیغمبر صلی الله علیه و آله در مورد خانم ها چی رقم فرمایشات داشتن و چی رنگ عمل میکنن در طفلی و نوجوانی پیغمبر صلی الله علیه و آله کنیز ابولهب کاکایش کنیزش پیغمبر صلی الله علیه و آله مشیر بود نامش صاویه بود و ببینن که ابولهب که در قرآن نامش آمده کاکایش که چقدر زجر داد پیغمبر صلی الله علیه و آله اما او برای شیر میداد تولد شده بود یک جشن گرفته بود اما پسان دشمنش شد شعر سر به سرش صحبت کردیم از واقعه زمان طفلیش است و همچنان زیبایی باطل داشت یا شهر سر برشان سهن شیطان ها برکنم گفتم و همچنان در 6 سالگی مادر خود از استاد پیش دیگه تولد شده پدر خود از استاد خود یاشتایی ات خلاصه میشه که یک انسان یتیم باید کلان شود خداوند میخواست که یتیم کلان شود که از دل یتیم ها بیه از دل بی مادر ها بیه از دل بی پدر ها بیه و اون کارم کرد پیامبر صلی الله علیه و آله تنفر از بطا داشت بطا را ایت وقت خوش نداشت ایت وقت سر خدا برای ایت بطا ختم نکدن و یکی از آرسی ها خبرش کردن آرسی که ما میگیم یک مجلس خوشی یا ولیمه بوده ایت وقت نمیرفت جوان بود چوپانی میگن باعث بدن دوستش رفت ایت یک رفت ایت وقت پیدا شد که محفل ختم شده گفت چی گفت بود اینجا مردم میرخصیدن و خوش بودن یا بودن تو خواب بودی خواب برده بودش خداوند نخواسته بود که چیزایی در گوشش بیه که همین ماموریتی بزرگ یک برش تعیین کرده بود ایره به حساب خشد دار بست یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله با کسای بد نشیشته آدم های نشیده که وقت خود زایه کنن حکمت در آیات به قسمت عجل الاسود ما شما دیدیم که در جوانی خود مشکل عجل الاسودش تو حل کرد دیگه حیا داشت بسیار زیاد اینقدر حیا داشت وقتی کعبه خراب شده بود پیغمبر صلی الله علیه و آله در قسمت ساختن کعبه کمک میکرد مبارک وقتی که یک سنگ می آورد پایش در سنگ دیگه بند ماند و چی شد همین قسمت سینه مبارک به حساب دینه دامنش بالا شد میگی اینقدر به حساب چی شده بود شرمیده بود برای دفعتن سنگ را کرده بود خود بپوشانه یعنی اینقدر حیا داشت پیغمبر صلی الله علیه و آله میگن 4 خصلتش در صحابیش بارز شده بود چی است؟ یکیش صبر و بردباری بود ابوبکر صدیق دیگهش عدالت و زهد بود که حضرت عمر را دیدن و دیگهش حیا و سخاوت بود در عثمان غنی و علم و شجاعت در حضرت علی این کلش خواست پیغمبر صلی الله علیه و آله است با گرد از یعنی چهار یار که ما شما میگیم کسایی بودن که هر کدام شخصیت های مختلف داشتن الله اکبر 12 سالگی به طرف شام را بر تجارت بالای ابرا بالایش سایه کرد حرکت ابرا را دیده بودن بحیره که دید مور نبوت درش پیدا کرد گفیر ببرید که میکشندش یهودا یهودا در پشت پیغمبر بودن قصه بودن در 25 سالگی با خدیجه از اینکه صداقت زیاد داشت امانت دار بود معجزاتشان براتون گفتیم یام شد خب پیش میریم دیگر بخیر به آخر رسیدیم از معجزات براتون گفتم که قرآن شریف یکی از معجزاش است که خودش هم تنیست قرآنش زنده است و یک کسی را تغییرم داده نمیدون بشارت بود توسط پیامبرا گفتم براتون امید بودنشان شرح دادیم شهر صدر براتون گفتم اسرا و معراجشان و شکل کمر
این چیزایی بود که در دیگر پیامبرها شما ندیده شق القمر واقع شده و امروز ساینس ثابت میکنه در مطاب دیدن که کمربند است که اول نمیفهمیدن چی است باز یک کسایی که اسلام شناس بوده در شاید باشه برتری چی بود؟ پیامبر خدا هستند در شش مورد بر سایر پیامبرها برتری داشت مثلا مهم است این خودش گفته میگه در کلام و سخن جامع و برتر از دیگران است وقتی که صحبت میکرد کل ما صحبتش از خود قریش میگه به محمد چشم به چشم نشید برای اینکه شما را سحر جادو میکنه برای اینکه در صحبتش حکمت در آیت مهربانی توجه همه چیز بود فصاحت کلام داشت بلاغت داشت به گفتار خود که هر کس که صحبت میکرد مجذوبش میشد از خود میگه نزدیک نشید بیش از این در کلام سخن جامع و برتر از دیگران با هیبت تر با هیبت ترس بر دشمنانش پیروزی داده شد میگه این هیبت را که خداوند بر من داده بود که به 300 نفر می رفتیم 1000 نفر خداوند بر من هیچ پیغمبر شما نشنیدین که هم دیگه حالت برشت رخ داده باشم پیغمبر سا در جمع 300 نفر در جنگ بدر می ره 1000 نفر قریش شکست می ده در جنگ خندق شما می بینید که 3000 در مقابل 10000 خداوند شکست می ده بگیر بر من داده بود یک توفیل دیگه خدایی بود غنیمت بر من حلال بود غنیمت جنگی را بر دیگه پیغمبر را حلال نمید بر پیغمبر بود و همین زمین ها چیم سار جالب است میگه در هر جای زمین خداوند بر من اجازه داده بود که سجده کنم یعنی هر جای زمین ما شما که سجده کنیم قابل سجده است پیغمبر ما میگه صلی الله علیه وسلم و خداوند بس ما را به سوی تمام انسانیت فرستاد بیشتر گفتیم رحمت العالمین ما پیغمبر مسلمان و تمام بشریت هستم تمام انسانیت است و همچنان نبوت پیغمبری مورد نبوت هستم نفر خاتم است محمد امین شما میفهمید ابو جهل اعتراف کرد یک دفعه کس از ابو جهل پرسان کرد دشمن قسم خورده پیغمبر گفتم پیغمبر دروغگوی است قطعا دروغگوی نیست گفت چرا قبولش نمی کنی گفت آیا خیلی کتاب که را آورده دروغ هستی ادعا میکنم و پیغمبر گفت نه من قبول دارم که هست گفت خیلی چرا قبولش نمی کنی گفت چرا بر من آمد گفت چرا بر من آمد ابو جهل ابو الحکم از نامش اصلا حکم کسی که حکمت داره حکیم است داناست این رقم به ما شما ابو جهل میگه نادان نبود اما او غرور و کبر در داخلش بود که میگفت چرا من نبودم نه ببینید امروز بسیار کسایی کار میکنه ابو جهل پیغمبر صلی الله علیه و آله میگم ابو جهل پیش ما نگویید به نامش یادش کنین ابو الحکم ابو جهل اعتراف میکنه که صادق است یک قصه شما برتون کنم تا می خط میکنیم ان شاء الله 5 دقیقه دیگه مونده ابو جهل یک روز برای دیگه قریشی ها گفت که وقتی که اذان مغرب داده میشه شما صدا قرآن نشنوید یعنی با صدای پیغمبر صلی الله علیه و آله که نماز میخونه گوش ندید یار اخطار داده که رئیس قبیله بود خب یک روز یک نفری که اخطار دیده بود دید که ابو جهل در اونجا شده خودش گوش میکنه ای آمد نزدیک شد گفت تو مارا این گفتی خودت میشنوی گفت با دیگه کس نگو برو در رایت بگی دیگه کار نمی کنیم روز دیگه باز تکرار شد روز سه نفر شدن ابو جهل گفت تو مارا از یک چیز من هم میکنی اما خودت می قسم خورد که ایچی کلام حق هم میخونه من میم کلام حق هم میشنم لذت میبرم اما گفت چرا ایمان برش نمی گفت چرا با مایل ندار کل گفت همی بود یعنی قبول داشت پیغمبر صلی الله علیه ابو سفیان وقتی که پیش ارخل به حساب پادشاه ایران در وقتش میره پرسامش میکنه از صداقت پیغمبر میگه صادق است میگه امین است در بین ما که غریبا بسیار جا نزدیک است این همیشه صداقتش خود ابو سفیان قبل از اینکه مسلمان شد اعتراف کرده و در بالای کوه صفا وقتی که 3 سال از بغضتش تیر میشه مردم را دعوت میکنه کاری که بین که من براتون یک چیز دارم کل جمع میشه پیغمبر کل دوست دارن پیغمبر امین بود پیغمبر بود که کل این مکه میخواستن که کل از این نزدیک باشن و کوی صفا که بالا میشه میگه شما را با ما ایمان داریم که با صداقت ما کل میگه بله میگه اگه ما برای شما بگیم که در اون طرف کو امیاله به حساب یک رمی گوزفند است یا کسایی میان شما را از بین میبرن قبول میکنی کل میگه بله میگه خیلی شهادت بدیم که ما پیغمبر خدا هستم و از جانب خدا آمدیم پس بسیارش پس خدا میکشه اول کاکایش از میدان میبره میگه تو چیزای چرن میگه یعنی در حقیقت صداقت شده
از می خاطر خدیجه کبرا انتخابش کرد و خداوند پلان داشت خدیجه کبرا را از زندگی پیغمبر آورد که اسلام قوی سازه، اسلام ثروت و عزت و حرمتش زیادتر کنه با پیغمبر شد. حالا شده باید؟ خیر باشه، من انشاءالله خلاص شد، من دیگه وقتان زیاد گرفت انشاءالله. و همچنان تشکر میکنم از خورای ما که از طریق زوم به حساب تشریف آوردن با ما بودن. امیدوار هستم که صحبتهای من را درست شنیده باشم، برزی که موضوع ثبت زوم، موضوع میکروفون من نفهم، اما الحمدلله. و بازم تشکر میکنم از اینکه شما حضور رساندید و یک دعا در آخر میکنیم، انشاءالله دعای عمومی داریم برای زبیده جان خواهر ما که در شفاخانه هستن، کلتان بشناسیم. و همچنان ما از کل شما خواهش ما این است که اگر بتانیم که به حساب زیتک است، همین جایی که شما میبینید، همین جای محبول و زیبا، یک روز شکوفان میشه یا ذکر زیادتر و امیال شده الحمدلله. و اطراف وزیر دیگه برادرهای مسلمان ما در این جمعیان دولت خرید هستن، خدا کمکشون کنه. و این جمعی شکل کل از این حدود 5-6 اکر زمین کل از یک مرکز اسلامی می باشه که در شما مکتب اسلامی می داشته باشین، مسجد می داشته باشین، مثلا کمیونیتی هال و میدان های سپورت و غیره و غیره. و دعا کنیم که انشاءالله این به موفقیت مواجه شود و جای بسیار خوب، موقعیت خوب، الحمدلله زیتک شما پشتیبانی کنین، در پروگرامش اشتراک کنین. ولی که بسیار زحمت میکشن خاله جان، باور کنین کار زندگی رو دیگه سای خدای رها کرده، در فکر عزیز که چی رقم زیتک روز به روز یعنی پیش ببره. و به بسیار مهربانی و بسیار اخلاص کلگی رو عزت میکنه. و یک چیزی که من در زیتک دیدم ایست که در اینجا کل این آدم های شکسته، آدم های down to heart گفتگانه جمع شده، یکی از یاد آثار و غرور و کش و فش نمیبینه. اینجا که من این دوجه نماز میخوانیم، مشروعیت نام نمیگیرم، یکی از خورای من گفت باید بسیار دیر آخ من نماز کیف کردم که نه کسی سنما سعید میکرد، نه به حساب کسی پولیسی میکرد که چرا اونجا ششتی چرا نشتی، گفت آزاد آمدم، لذت بودم از نماز خود. رای ما دور است اما کش میکنم نمازهای که برم اینجا بیمه میشه انشاءالله. دیگه از این خاطر بل فرار فقط یک چند کلمه دیگه هم براتون میگم، انشاءالله با زحمت کم میسازیم. اما قسمت اصلی والا مونده، قسمت اصلی چی بکنیم؟ قسمت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با خانم‌ها چی رقم روش داشتن، اینا میخواین بشنوین یا دم میگیرین؟ این قسمت اصلی است که در این شب روز بسیار این موضوع مهم هم هست که بسیاری کسا پیغمبر صلی الله علیه و سلم را چی میکنن؟ تهمت میبندن. اما روش پیغمبر صلی الله علیه و سلم با زنها بسیار مهم است که چی رقم نظر داشته. پیش از اینکه درباره زنان صحبت کنم، این موضوع دیگه هم هست، میگه بچه ها را میگه چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم دوست داشت، دلیلش چی میگه؟ میگه بچه ها گریه میکنن، گریه از یار در حقیقت کلید بهشت است. پیداش کنی آفرین خیلی بینیم هست. میگه بچه ها با 5 دلیل بچه ها را دوست، یک گریه که میکنن گریهشان کلید بهشت است. ما شما را تشریخ میکنن گریان کنن، گریان خدا هم بسیار دوست داره، گریان های خصوصا که تنهایی باشه که در خداوند عشق ببارید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود شبا غرق میشد که گریان میکرد، محاصل مبارکتر میشد. و دوم میگه با خاک بازی میکنن، پشتی نمیگردن کالایشان چطر میشه یا کس، چون خاک تکبر نداره. نه حضرت علی کرم الله وجهه نامش ابو تراب بود، پدر خاک نامش پیغمبر مانده بود. بازی که یک شب کده حضرت فاطمه را قهر کرده بودن، قهر زناشویی رفته بود در مسجد خواب کرده بود جایی که خاک بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله خبر به فاطمه را میگه، میگه کجاست علی که نماز بره؟ میگه در مسجد است که میره میبینه که خوابیده سر خاک، سر شادش میزنه، میگه ابو تراب برخیز. از او خود به ابو تراب میگه من ابو تراب بگیم که نام پیغمبر بالای من مونده، پدر خاک یعنی خاکساری و شکستگی. دوم میگفت که اولادا دعوا میکنن زود آشتی میکنن. چرا؟ برزی که کینه و دل نمیگه. چقدر زیبا
یعنی طفل معصوم از پاک است. و چهارم میگه که ذخیره نمی کنند، چیزی که همه دارن می خورند. اما طفلهای را که شیرینی داده بودن، اون طفل کلش خورده بود، حالا یک طفل دیگه نگاه کرده بود. بزرگ از نظر سایکولوژی گفتن که این طفل داینده بزنسمن میشه برای اینکه از آل سیبه یاد دارن. او دیگه خورده بودش، خلاص شده بودم دفتن. این آدم میگه اینجا تم ندارن اطفال، این یکان دفعه آدم خوب است که طفل برای فکر کن دنیا را خرد. و آخرش این میگه سام مقبول است، میگه خانه را که دست خود میسازن خراب میکنن، برای اینکه چی نشان میده که دلبستگی به این دنیا ندارن. این رسی پیغمبر صلی الله علیه و آله این گفتار است که باور کنیم که اگر میبریم مردم از این دنیا امیر رقم ما شما بین خود صحبت تشریح شود کلشان عاشق از این دین میشن. اما بدبختانه که ما همین دعوت تا بالا درست نفهمیدیم دعوت چی مفهوم داره. خوش قسمت خانم ها رو ما در اونجا ننداختیم برزی که زرزیاد بود. میخواییم که بشنیم یا ختم میکنیم دعا کنیم؟ صاف گفتنی ها زیاد از دماسیه رو برکنم کنش ها نمیدنم در یک ساعت چی کن تقریبا بعد این چیزای اومده سیره رو شما شدیده کلمه آخر پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گوش کنیم میگه وقتی که از دنیا رفت آخر کلمه چی بوده؟ نماز نماز و زیر دستانتون یه بیگاه شرم هم دیگه ات پیغمبر داشته زن قبل از اسلام غرق جهالت مردا بود، وسیله زنده و گور میشد، از داشتن دختر خجالت میکشیدن، زن میراث نمیبرد، زن اگر بیوه میشد خانه شوهر به فامیلش بر سالها خدمتکار و کنیزشان میشد. پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و زن رو میگه زن رو شقایق مرد خواهد، شقایق گل شقایق همه فامیل کس نید، برش یک مقبولی داد، برش عزت داد، یکی شقایق اون مانو رو میده، یکی که یعنی شانه با شانهش باشه، یعنی هم وزنش باشه، این کن تفاوت داشت نیست. این کسایی که میگن مرد از نظر حقوق فرق میکنن، اما از نظر عدالت زن مرد یکیست در اسلام. تن پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله میگه از دنیا شما دو چیز درست دارد، یکی زنها و عطر نزد من عزیز است. زن کلید تمام زندگی زن هست. زن نهی بود دیل کس نهی بود، زن نهی بود لطفت نهی بود، مهربانی نهی بود، زیبایی نهی بود. میگه خانه که داشت زن نیست به حساب اصلا زیبایی و چی نیست، چرا یکان کسایی هست که خصلت کمک برشتاشت. اما خانه ها به زن چی هست؟ میگه ببخشین این بلا به ایمان، میگه زن در خانه بلاست، اما خدا خانه را به بلا نکنه. بلا مقصد بلا نیست که بابا هست، نه، بلا یعنی یک کار را خارق العاده میکنه، این بلا میگه نه بلا بلا کنی نمیگه. زنا هم در است، زنا خانه ها را مقبول میسازن، زنا اولادا را مثلا هیچ کسی که پدر را که اولاد خود کلام میکنن به اون اندازه موفق نیست تا مادر نباشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله امیر شکستان، امیر نسل شکستان بر زنا را یعنی در جامعه حقشان را برشان داد و مردم را به تربیت دختران و تعلیم و تربیتشان و میبرزیدن بهشان تشویق میکرد. مردای عرب و هر کس سرپرستی دو دختر را میگه تا بلوغ برساند روز قیامت مانند دو انگشت مکرش نزدیک است. این وعده پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه هر کس دو دختر را به حساب در خانه خود رشد بده و بلوغ برساند مانند دو انگشت که دمه یک جوی میشه. چی مانا میده؟ مانا چیست که مردا رو تشویق میکنه دیگه دخترهای کنه به حساب دایده نبگور نکنین، احترام کنین، دوست داشتین از جنت که دن دختر داشتن حاصل نکنین. میگه زن باید تربیت شد و با ایشان محبت شد. میگه بسیار ظریف هستن، بسیار احساسات رقیق دارن، شکنن هستن، شکنن یعنی احساس شد. امروز بعض خانم های هست بادی بلدنگ میکنن از الاتاشون از مردا که در قوی است، اما محبت شده است وقتی که احساسات رقیق شما داره، شما رحم داریم، رحم دمید وجود مادرها رحم است، از رحم از رحمان گرفته شده و کسی که رحم داره رحم داره، مردا رحم نداره، از او خود کشتار رو زیاد مرد میکنه. در حدیث میگه اگه سه دختر یا سه خواهر یا دو دختر و دو خواهر داشتیم خداوند باش با نیکویی رفتار کنیم، خداوند شما را مقام و مرتبه بلند میده. معلم بشریت حضرت بیارشان درس پیغمبر صلی الله علیه و آله سفر درس میدادن در مسجد مدینه،
حضرت بیاشه عزیز که بسیار کنجکاو بود میرم گوش میکرد در سال از پشت سی یک روز پیغمبر صلی الله علیه و آله خارج میشه میگه چی میکنی عایشه؟ میگه گوش میکنم که یاد میگیرم دیگر رو صرف دایره میکنم دستم که شما داره میگه به این هفته یک دفعه درس میدیش پیغمبر صلی الله علیه و آله امروز زن از حقوق تعلیم چی میکنه؟ محروم میکنه عطی الله و عطی پیغمبر خدا میگه تاثیر دانش به خانما نسخه میده و گفت با همسرهای خوصان میربان بودن مساویانه و عادلانه که کلشان وقت سپری میکردن و به هر سفر که میرفتن قرآن انداختن مثل کسان قرآن خوشی نیخو یک رقم میکردن که تو نشه که مثلا رای شهر میبینی نامه رو میداختن بس هر کدامش که نامش میبرامد نظر به جنگ و سفر امو رو با خود میبرد شما سبحان الله اتنه بود که همیشه عایشه در خودش بوده باشد اما دیگه زنها چین مثال میفهمیدن که عایشه رو دوست دارد به دلایل مختلف با زخک خود رو برش تیر میشدن میگفتن این مکت از عایشه باشد و کسب تعلیم و تحصیل را واجب میدانه خداوند و بهترین خرچ مرد چی از آخر شد؟ اما خلاص بشه بهترین خرچ مردیست که سر خانم خود سر خانواده خود خرچ کنه باید زده بیرو خرچ کنه امروز چپس ما شما میبینیم که مردا کل پیسه خواهی کرد رفیقا و بیرون و کشفش در خانه هیچ مصرف نمیکنه پیسه زن هم میگیرن در حالی که پیسه زن مربوط خودش است مهر زن مربوط خودش است این میراثی که ما شما مهر که بسته میکنیم در نکاح باید در زندگی زن پیش از طلاق داده شود اما ما این کار رو نمیکنیم صد هزار لاف میزنیم وقتی طلاق شد خبیز نمیکنه در زندگی اقرار نمیکنه این سنت پیغمبر نیست شامت و مردانگی و خوش اخلاقی مرد معدن است. اگر کسی شامت مردانگی و خوشخویی در مقابل زن داشته باشه و هیچ وقت بر مرد مومن بر زن مومن خشم نمیگیره. کسایی که خشم میکنن سر زن خود زندگی میشه حساب جالب است. حضرت عایشه رو پرسان میکنن میگن وقتی تو خشمگین میشی با پیغمبر چی رقم برخورد میکنی؟ پیغمبر پرسان میکنه میگه عایشه چی رقم با تو برخورد پیغمبر چی میگه؟ میگه وقتی که قار میبود میگه من با خدای ابراهیم قسم میداد اما وقتی که خوش میبود با خدای محمد من قسم میداد یعنی در حقیقت از ویزو میفهمید که قار است یعنی چقدر زیبا و در کار خانه با خانمهای خود کمک میکرد و غیره و غیره و غیره در مواخر سلایب بریم یک چیز دیگه است که از اون دعا میکنیم انشاءالله این قسمت آخر است یعنی که روان کرده بودین شما گفته بودین که سبا روز روزه روزه یعنی در گلوبل فاستین گلوبل دی آف فاستین فار پالستاین من از زیر شیرات هم اضافه کردم برزی که ایرات هم کس و دعای ما شما ضرورت داره روز در ایرات بسیار تلفات دیدن مردم و هزاران نفر اونجا هم قتل شدن و ضرورت هست که ما دعا کنیم پس در اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه سه گروه مردم است که دعایشان خداوند رد نمیکنه بسیار مهم است. اول چیز فست کسی که روزی خود را باز میکنه روزه گرفته و دوم کسی که لیدر یا رهنما یک جای از خود دعا میکنه یعنی کسی که در آسیا یک جمعیت است یک مملکت است و سیوم کسی که مظلوم است. از این خاطر ایره کل تصمیم گرفتن که گلوبال فست و ما شما انشاءالله از خاطر که خداوند و حساب خوش بسازیم از خاطر که دلای مردم خوش بسازیم و از خاطر از این که خداوند مشکل از یار رفع کنه انشاءالله ما دست خدا بلند میکنیم نمیفهمیم که دعایی که قبول میشه است که نمیشه امیدوار هستیم که با می دعا سرنوشت مردم فلسطین روشن شود این نیست که جنگ استاد شود جنگ تنها استاد شدن جنگ مرهم را به زخمایشون نمیگذاره باید این جنگ فیصله شود سرزمینشان برشون داده شود و یک خبر خوش بود که من دیروز شنیدم که اولین نفر سران عرب جمع شدن بسیار جدی را گرفتن خدا کنه که تا آخر باز نفسشان نسوزن و همچنان بر سرزمین ایران که زلزله ها به تعقیب هم آمده میره خداوند بر نگاه کنه دیگه میرسیم با آخر از این برنامه ببخشید اگر کمی دراز شد صحبت ها زیاد بود دیگه کسی که تبلیغ دین هم نکنه مایک که پیش دار این کار خراب میشه اگر مایک نیبود صدای میشه میشد که وقت رو بس کنه دعا میکنیم الحمدلله صلاة و سلام الى رسول الله محمد و آله صحابه اجمعین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ربي جعلني واقيم الصلاة من ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
كفر عنا سيئاتنا تعافنا مع الأبرار. ربنا رب اجعلني مقيم صلاتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة العين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله يا الله يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. بي بركته روزای مبارکی که سبا شب جمعه است و این برکت روزایی که یک جمعیت در اینجا دست خود بلند کردن، الهی استدعا میکنیم از نزد خودت که رحم به حال مسلمان ها بکن. الهی پروردگار بر مردم فلسطین، بر مردم بی پناه و بی سرنوشت فلسطین که دل متکت که از برشان خداوند دعا میکنیم که ایشان را از این رنج و مهنت نجات بده، از این ظلم که بالای از یاد تحمیل شد توسط حکومت صهیونیستی است. یار خداوند را پیروزی بده، موفقیت بده، سرنوشتشان را تعیین کن. خداوند را میدانم که کل ما مورد امتحان تو قرار داریم. بحیث بنده چیزی که زیاد کرده میتونیم یک دعاها برشان مخلصانه میکنیم و مردم هرات از این مشکلاتی که دارن انشاءالله تعالی خداوند را بالایشان رحم کن، بالایشان آسان بساز. خودت حلیم و خبیر و حکیم هستی، خودت میدانی که چی میکنیم. ما از خودت میخواییم چیزی بکن که خیر همگی باشد و امان کن که انجام کار تو خوشنود باشی. ما رستگاه خداوند های زیته که دعا میکنیم که یک زمین سازی کردن برای مسلمان ها، خواهر و برادر ها و برای اطفال ما شما که بین دین خود بیاموزن و برای اسلام روان شن. خداوند برای زیاد توفیق بده و استطاعت و قدرت بده که بتونن خدمت مای زیادتر انجام بدن انشاءالله. خداوند از شما میخواییم که قلبای شما را با مسجد و جایی که دین است و جایی که درس دین است، علاقات دین است، زیادتر خداوند پیوست بسازد با شما را. خداوند اولادای ما شما را در هر جای که هستن الهی برای راست و مستقیم هدایت بفرماید. الهی اسلام و این توفیق عزیز از ما نگیره یا پروردگار. الهی مرده های ما را که در بین ما نیستن گذشتن از ما، الهی پروردگار رویشان را شاد به جنات فردوس برین جایشان است. الهی مریضای ما شما را شفای عاجل کامل در هر جایی که مریض است، مریضا را شفای عاجل و مخصوصا زبیده جان الهی پروردگار و همچنان کس خورای ما پسرشان در شفاخانه است، یک اکسیدنت موتر کردن، بلال جان قادری که کدما همراه رفته و دعا میکنیم که انشاءالله از بستر مریضی برخیزه و پای خود به زندگی خود که ماه دیگه آرسیش است انشاءالله با آرسی خود بتاند سر پای خود استاد باشد. بسیار جوان است، بسیار جوان خوب و مسلمان خوب است و همچنان یکی از دوستای ما که بازم پسر خالی از این آدم میشه در جنوب کالیفرنیا با مرض مهلک سرطان دست پنجه نرم میکنه. خداوند او را شفای عاجل کامل شفا خانه را نصیب کنه. الهی خداوند ما را توفیق بده که بتوانیم در راه استوار باشیم. الهی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصل الى خير خلقك. نزيفه جان خداوند دعا میکنیم این مجلس خیر و برکت است. ما جز از خدا و پیغمبرش قرآن چیزی نگفتیم. الهی پروردگار این دستایی که ما بلند کردیم نزیفه جان نوری را شفای عاجل و هر کس دیگه که از ما استدعا یا توقع دعا داره خداوند دعای ما را به خاطر رضا قبول بفرما و بر ما قدرت بده که به دینت محکم باشیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصل الى خير خلق سيدنا شفينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. اقول قولي هذا.